سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی داریم در رابطه به خلیفه چهارم مسلمانان حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه. پس از شهادت حضرت عثمان توسط شورشیان در سال 36 هجری، حضرت علی ابن ابی طالب به عنوان خلیفه چهارم مسلمانان انتخاب شد. شورشیان پس از شهادت حضرت عثمان ابن عفان نزد حضرت علی رفتند و از وی خواستند که خلافت مسلمانان را بپذیرد، ولی حضرت علی باشان فرمودند که من از قاتلین خلیفه این درخواست را نمیپذیرم. همان بود که بزرگان صحابه شورای مهاجر و انصار در خانه حضرت علی اجتماع نمودند و بعد از مشوره و صحبت‌های زیاد حضرت علی را به عنوان خلیفه چهارم مسلمانان انتخاب نمودند. حضرت علی رضی الله عنه پس از انتخاب این گونه در مکتوب ششم نهج البلاغه از ماجرای بیعت خود صحبت می‌فرماید که کسانی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند به همان طریق با من بیعت کردند. از این فرموده حضرت علی دانسته می شود که حضرت علی به عنوان خلیفه چهارم مسلمانان خلافت‌های قبل از خود و سرپرستی‌هایی که بزرگان صحابه مثل حضرت ابوبکر به عنوان خلیفه اول و حضرت عمر به عنوان خلیفه دوم و حضرت عثمان به عنوان خلیفه سوم بر مسلمانان داشتند، قبل از همه مورد قبول و پذیرش آن حضرت قرار داشت، به گونه ای که در تمام این خلافت های قبل از خیش به عنوان وزیر، مشاور و اهل شورای آن بزرگواران قرار داشت. در زمان خلافت حضرت ابوبکر و خلافت حضرت عمر و حضرت عثمان در اکثر مجالس و شوراها حضرت علی در تاریخ اسم مبارکشان به چشم می‌خورد. در جمع قرآن کریم، در شورای جمع قرآن کریم حضرت علی کرم الله وجهه وجود داشتند. در زمانی که حضرت ابوبکر و یا حضرت عمر و یا حضرت عثمان به عنوان خلیفه مسلمانان به جهاد می‌رفتند و اعزام به جهاد می‌نمودند، حضرت علی در زیر پرچم اسلام با خلفای راشدین قرار داشتند و همچنین حتی اسیرایی که از در زمانهای مختلف اسیرای جنگی که از کشورهای مختلف بعد از فتوحاتی که به دست می آمد به مدینه آورده می شد، با یکی از این اسیرا در حضرت علی کرم الله وجهه ازدواج فرمودند و دختران یزگرد یکی را به ازدواج امام حسین رضی الله عنه و دیگری را به ازدواج محمد ابن ابوبکر در آوردند. در نمازهای جمعه، در نمازهای جماعت، در نمازهای عید به پشت سر خلفای ثلاثه قبل از خود همیش نماز می‌خواندند و عبادت الهی را برگزار می‌کردند. در تمام معاملات و قضایا و موضوعات مشاور و دوست و یار و صدیق خلفای قبل از خود بودند. حضرت علی دختر عفیفه و پاکدامن خود حضرت ام کلثوم را به ازدواج حضرت عمر ابن خطاب در می آورد. اینها همه می رساند که میان صحابه بزرگوار و خلفای راشدین به خصوص آنچه که امروز زمزمه می شود در میان حضرت علی و صحابه بزرگوار اسلام هیچ گونه اختلاف و مشاجرات و نزاع شخصی و فردی نبوده است. به خاطر همین بود که زمانی که شورشیان
حضرت عثمان ابن عفان را به شهادت میرسانند، حضرت علی از آنان بیزاری میجوید و به درخواست آنان پاسخ نمیدهد و منتظر میماند تا بزرگان صحابه و شورای مهاجر و انصار نسبت به این مسئله تصمیم میگیرند. در رابطه به شخصیت بزرگوار حضرت علی رضی الله عنه، آنگونه که در تاریخ آمده است، اسم مبارکشان حضرت علی و پدرشان ابو طالب که کاکای پیامبر بزرگوار اسلام است و دو فرزند حضرت علی امام حسن و امام حسین به عنوان سیدا شباب اهل الجنه بشارت داده شده است و اولین جوان و نوجوانی بودند که این آیین حنیف را پذیرفته و به محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم ایمان آوردند. حضرت علی در خانه پیامبر بزرگوار اسلام بزرگ شدند و در طول دوران جهاد و مشقت ها و تکالیف و رنج هایی که مسلمانان کشیدند، پا و پای پیامبر اسلام و صحابه کبار در تمام صحنه های جنگ، در تمام حالت های مشکلات و رنج ها همراه و همراز و یار رسول خدا صلی الله علیه و سلم قرار داشتند. حضرت علی از جمله آن بزرگواری بود که زمانی که پیامبر اسلام به هجرت مجبور شدند، در بستر خواب پیامبر اسلام خوابید و طبق دستور رسول خدا صلی الله علیه وسلم امانات مردم را که نزد پیامبر اسلام بود به صاحبانش مسترد کرد و پس از آن به سوی مدینه هجرت فرمود. حضرت علی مرد شجاع و مجاهدی بود که با کمال شجاعت و شهامت با دشمنان می جنگید، چنانچه به نام شیر خدا و اسدالله لقب پر افتخار را برای آن حضرت رسول خدا دادند و پرچم اسلام را حضرت رسول اکرم در جنگ خیبر و برای فتح خیبر حضرت علی را کاندید فرمودند. و این هم می رساند که نسبت به فضائل و سجایا و مناقب حضرت علی هر اندازه گفته شود باز هم کم است. آنچه که در روایات و احادیثی که از پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم روایت شده است، در خیلی موارد به توصیف و فضیلت و مقام و بزرگی حضرت علی صحبت ها شده است که انجمله حضرت پیامبر اسلام می فرمایند: من کان مولاه و فعلی مولاه، آن که من مولایش هستم حضرت علی مولایش است و آن که مرا دوست دارد حضرت علی را دوست باشد. این صفت ها و این صحبت ها به صورت مجموعی نسبت به همه صحابه کبار آمده است و نسبت به حضرت علی نیز همین گونه شخصیت و مناقب و فضیلت حضرت علی را مشخص می سازد. زمانی که حضرت علی رضی الله تعالی عنه به مسند خلافت نشستند، اولین کاری که نمودند برخی از امرا و حاکمانی که باعث ایجاد اختشاش و آشوب در جامعه اسلامی شده بودند، آنان را از کارشان برکنار نمودند و متاسفانه چون در آن زمان مسلمانان دو فرقه شده بودند، فرقه به خونخواهی حضرت عثمان قد علم نموده بودند که در میان این گروه حضرت عایشه و حضرت طلحه و حضرت زبیر به چشم می‌خوردند و فرقی به عنوان مخالف این مجازات در آن زمان که طبیعتاً حضرت علی این را مناسب نمی‌دیدند که به زودی این مجازات صورت بگیرد و اختشاش بیشتری در جامعه اسلامی به وجود بیاید. بنابراین میبینیم که در اثر نفاق و شرفگنی های یک عده منافقین و افراد که دشمنی داشتند با حکومت اسلامی و خلفای راشدین، آنان در این زمان به اقتشاش و فتنه دست میزنند و جنگ های مثل جنگ جمل و جنگ صفین در میان حضرت علی و حضرت عایشه صدیقه و حضرت معاویه و لشکریان مختلف و مسلمان به وجود میآید. در تاریخ آنچه که نگاه میکنیم، در همه این جنگ ها دست های بیگانه و دست های خطرناک و منافقانه عده یهود و عده افراد نفوذی از بقایای امپراتوری های روم و امپراتوری های ایرانی دخیل بوده است. به هر حال در جنگی که به نام جنگ جمل در منطقه نزدیک بصره بین سپاهیان حضرت علی و لشکریان حضرت عایشه صدیقه به وجود پیوست، شکی نیست که در این جنگ حق با حضرت علی بود و
حضرت عایشه صدیقه و دیگر صحابه کبار با اجتهاد و با این نظر که میخواستند خون حضرت عثمان خلیفه مسلمانان پایمال نشود، به این قیام و به این حرکت دست داده بودند که هدف از این حرکت و از این قیام هرگز جنگ نبوده است، ولی چون در بینشان تشنجات و دستهای کار کرده است، باعث شده است که باعث جنگ در میان لشکریان حضرت علی و حضرت عایشه صدیقه گردد. و پس از این جنگ حضرت علی با تمام احترام و با تمام خلوص و اطمینان حضرت عایشه صدیقه به مدینه منوره انتقال میدهند و میفرستند، و حضرت عایشه صدیقه از این حرکت و حضرت علی رضی الله تعالی عنه از این جنگ تا آخرین لحظات زندگی خیش ناراحت بودند، چنانچه حضرت علی رضی الله تعالی عنه بر هر دو طرف کشتگان جنگ نماز خواندند و بر هیچ طرف از آنان حکم خدا نخواسته گناه و کفر نکردند. در ارتباط با جنگ صفین که در سال 36 هجری صورت گرفت، بیش از 90 هزار لشکر معاویه با 85 هزار لشکر حضرت علی در منطقه به نام صفین به هم رسیدند و در این جنگ تعداد زیادی از مسلمان ها کشته شدند که شکی نیست که نسبت به این جنگ آنچه نظر اکثر علما بر این است که حضرت علی در این جنگ به حق بودند، ولی اجتهادات علما و شخصیت های گرانقدر صحابه در آن زمان وقت باعث این شده بود که این جنگ چون به خونخواهی حضرت عثمان ابن عفان گروه مخالف حضرت علی قیام نمیده بودند، بنابراین این اجتهاداتشان بود و این را به خداوند میسپاریم و نسبت به این مسئله نظر و رأی خاص ارائه نمیداریم. آنچه که مهم است این است که متاسفانه در این جنگ ها باز هم دستهای کینه‌توز و دشمنانه منافقین و افرادی که نفوذ کرده بودند در جامعه اسلامی به صراحت و به شدت دیده می شود و دخیل بوده است. آنچه که امروز از مسلمانان خواستار هستیم این است که این جریانات و این جنگ های سر اسلام را که متاسفانه باعث ریختاندن برخی از خونها شده است، اینها را به خداوند واگذار کنند و هیچگاه از روی تاریخ و اوراق تاریخی که این و آن نوشته است و به ما داده است قضاوت خیش را ننماییم، چون قاضی و حاکم عادل پروردگار بزرگ است. و این آیه قرآن کریم را همیشه بخوانیم و در وجود خود و در نظریات خود تطبیق نماییم که تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. و خلافت پس از شهادت حضرت علی رضی الله تعالی عنه به پسرشان حضرت امام حسن رسید که متاسفانه بیش از 6 ماه خلافت ننمودند و توسط همسرشان جوده مسموم گردیده و به شهادت رسیدند. و این مدت 30 سال خلافت آنگونه که پیامبر اسلام خبر داده بودند با انتهای خلافت حضرت امام حسن تکمیل یافت که رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند ستکون الخلافه من بعد 30 سنه، خلافت بعد از من 30 سال ادامه پیدا خواهد گرفت و سپس نظام شاهی و استبدادی جای آن را خواهد گرفت. آنچه که همه علمای اهل سنت به آن متفق نظرن ایست که خلفای راشده و مدت خلافت راشده در تاریخ اسلام همین خلافت 4 امام بزرگوار و 4 خلیفه بزرگ اسلام است که امیدواریم خواهران و برادران نسبت به مسئله معلومات کافی به دست آورده باشند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.